سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح دوشنبه 21 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 یک شنبه شب 9 فوریه 2014 میلادی در واشنگتن، پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان در رشته برنامه در همسایگی خداوندان همراه دکتر اکبر کرمی می‌پردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. انقلابی که اسلامی خوانده شد و نیز نظام سیاسی که رسماً اسلامی نامیده می شود 35 ساله شد. مردم ایران اما با داشتن تجربه 35 سال حکومت دینی، دیندارتر، دین پرهیزتر، دین گریزتر و یا حتی دین ستیزتر شدند. دوشنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان، هفتمین قسمت از این گفتگو در قلمرو اندیشیدن به دین رو ادامه میدهیم همراه دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. خواهش میکنم، خوشحالم در خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه است. دکتر، ما همچنان در چارچوب پژوهش و نوشته شما هستیم در همسایگی خداوند و نگاه بلند مدتر هم به سهم دین در ایران میندازیم و محدود نمیشیم به این 35 سال. اما به مناسبت سالگرد انقلاب اجازه بدین امروز بر محور این پرسش باشیم که واقعا مردم ایران به نظر شما که پژوهش کردین در این قلم رو دیندارتر شدن، دین پرهیزتر شدن یا دین ستیزتر یا دین گریزتر؟ خدمت رو عرض کنم که بستگی داره که سنجه و مقیاسی که ما میخوایم مردم رو با اون مقایسه بکنیم چی باشه. اگر چیزی به نام اسلام ذاتی یا اسلام اصیل که برخی از مسلمانان یا اسلامگیراها منادی اون هستند در دسترس بود، اگر چیزی به نام اسلام ناب محمدی که آقای خمینی میگفت وجود داشت، میتونستیم اسلام پیش از انقلاب رو و اسلام امروز رو و مردم مسلمان رو توی اون قالب بریزیم و مقایسه بکنیم و بگیم کدوم یکی به اون تصویر، به اون قالب نزدیکتره. اما با صورتبندی که توی این چند جلسه من ارائه دادم مشخصه که چنین چیزی وجود نداره. در واقع اسلام مثل یک رودخانه، اسلام و ادیان دیگه اساساً همه فراورده های تاریخی مثل یک رودخانه عظیم و جسته‌ای هستن که در هر زمان و در هر بزنگاهی شکل بستر اجتماعی رو که درش جاری هستن به خودشون میگیرن. بنابراین اگر بخوام دقیق به شما پاسخ بدم، اگر منظور شما از اسلام، اسلام فقاهتیه که علما و روحانیت پیش از انقلاب توصیف میکردن و یوتوپیا و مدینه فاضله معصومانهی که مردم مسلمان ایران پیش از انقلاب تو سر خودشون میپروردن، اگر منظورمون از اسلام اون باشه، تصویری که امروز از اسلام تو جامعه ما هستش بسیار از اون تصویر فاصله گرفته. نجا. اون یوتوپیای معصومانه شکسته و مردم دیگه چنین باوری رو ندارن. بسیار مردم متفاوت شدن، بسیار مردم از روحانیت و اون تصویری که روحانیت از دین ارائه میداد فاصله گرفتن. اما به باور من مردم همچنان، بخش مسلمان ایران، بسیاری از اونها همچنان هویت اسلامی خودشون رو دارن، اما این هویت در واقع در بستر اجتماعی و تاریخی امروز رنگ و بوی دیگه ای گرفته. دقیقا همون چیزی که من ازش به عنوان اسلام سکولار یاد کردم، بسیار متفاوت. بله، هفته پیشم راجع به اسلام سکولار صحبت کردین، توضیح دادین دکتر. اما این اسلام سکولاری که شما برای ما توصیف کردین، تعریف شما از اسلام سکولار یا اون اسلامی که شما سکولار نامیدید، آیا اصلا در عالم واقعیت وجود داره؟ امکان موجودیت داره؟ بله بله، اگر گفتم به
این مجموعه کلان مسلمانان ایران در این دیگ جوشان مدرنیته و سکولاریته ایرانی نگاه کنیم، هویت اسلامی همچنان وجود داره. این هویت اسلامی رو به راحتی در زندگی مردم میتونیم ببینیم. مردم مثلا فرض بکنیم که در مراسم هایی مثل عاشورا، در مراسم هایی مثل نمیدونم ماه رمضان، یا در بسیار از مراسم های مذهبی، حتی مراسم های مذهبی غیر دولتی حضور دارن، نشون میده که این هویت اسلامی هست. اما این هویت اسلامی با اون چیزی که اسلامگراها میگن، با اون چیزی که حکومت جمهوری اسلامی تلاش داره در واقع غالب بکنه، بسیار متفاوته. شما حتی به نام بچه ها نگاه بکنید، به سبک زندگی مردم نگاه کنید، به نوع آرایش دختران نگاه کنید، به سطح حجاب، به نوع لباس پوشیدن دخترها، به نوع لباس پوشیدن مردم نگاه بکنید، به مجموعه چیزهایی که میتونه به نوعی نشون بده که اسلام چی هستش و این اسلامی که مردم دارن اجراش میکنن چقدر متفاوت با اون چیزیه که حاکمیت، حکومت در واقع ادعا میکنه یا بسیاری از فقها میگن، دقیقا نشون میده که این اسلام سکولار وجود داره. اما در چارچوب و قالب اسلام، اگه بتونیم بگیم اسلامگراهای تندرو، آیا میگنجه حتی در ایران؟ ببینید، این سؤال رو وقتی شما میپرسید در واقع پیشفرضتون اینه که یه چیزی به نام اسلام اصیل هست، یه نوع ذاتگرایی، یه نوع وحدتگرایی، یه نوع مطلق انگاری. حتی اگر شما هم نداشته باشید، مخاطبین، بخشی از مسلمانان چنین تصوراتی دارن. اگر این تصورات رو حقانیت بهش بدیم، مسلمه که به راحتی ممکنه بسیاری از برداشت‌ها و رفتارهایی رو که امروز مردمان مسلمان ایران نشون میدن خیلی راحت میگیم اینا اسلامی نیست. به عبارت دیگه، اگه چنین پیش‌فرض‌هایی رو بپذیریم، به راحتی بسیاری از مسلمانان میتونن بگن اسلام سکولاری که شما میگید و نمادها شما تو جامعه میبینیم اصلا اسلام نیست. سکولارها هم ممکنه بگن اصلا سکولار نیست. اما با توجه به صورتبندی که من از جهان جدید دادم، صورتبندی که تمام فرآورده‌های تاریخی رو رنگارنگ متکثر و در حال جریان نشون میده، به تبع نه برای سکولاریسم، نه برای سکولاریته و نه برای اسلام و مسلمانی ما هستی سختی نمیشناسیم. بنابراین نمیتونیم که بگیم مثلا اینها مسلمان هستن یا نه. هر کس میگه من مسلمانم، مسلمان هستش. مردم ایران تا زمانی که خودشون رو مسلمان بدونن با هر نوع رفتار اینو مسلمان حساب میشن، مگر اینکه یک کسایی ادعای برادر بزرگتر داشته باشن، یک کسایی خودشون رو قیم و ولی مردم بدونن و اونها بخوان در واقع تعریف بکنن که مقیاس مسلمانی چی هستش و بر اون اساس بگن اینا مسلمان نیستن. یعنی اساسا شما میخواین بگین محک دقیق وجود نداره که بسنجیم که حالا این اسلام سکولار هستش یا در چارچوب تندروها میگنجه یا سنتی ها هستن یا نه، چون اون پیشفرضی که شما میگید من ندارم. آنچه در کوچه و بازار میبینیم و آنچه از طرف حکومت میبینیم که فرض بکنید حجاب دخترها رو ایراد بگیره، فرض بکنید آزادی پسرها مثلا لبی تر کنه با شرابی چیزی اینها رو جلوشو بگیره، این اسلامی که شما میگید با اون نمیخوره و شما میگید که اصلا چنین محکی وجود نداره که اینها رو بخواد بگه اینا مسلمان هستن یا نیستن؟ دقیقاً. بذارید من به شما کمک بکنم. شما یا هر کس دیگه‌ای که بخواد اسلام سکولاری رو که مثلا من دارم مطرح میکنم رد بکنه، کافی از من بپرسه که من چگونه میتونم اسلام سکولار شما رو رد بکنم. یعنی برای اینکه من تعریف خودم رو و این صورتبندی خودم رو تحقیق پذیر بکنم، باید به شما و به مخاطبین خودم نشون بدم که چگونه میشه این تعریف رو رد کرد. به نظر من خیلی ساده است. اگر ما بتونیم هسته سختی رو در اسلام نشون بدیم که این هسته سخت در واقع در همه مسلمان ها، در اون مجموعه کلان مسلمانان از زمان بعثت محمد تا امروز، و حتی امروز هم نه، چون اسلام یک مجموعه بازه، یعنی مجموعه مسلمانان یک مجموعه که در آینده هم باز هستش، اگر بتونیم یه هسته سختی رو نشون بدیم که این هسته سخت دائما در همه این هویت‌های اسلامی تکرار میشه و وجود داشته،
تعریف من و صورت خب بندی اون من رد هسته میشه. سخت رو بسیاری خود قرآن میدونن، خود متن قرآن میدونن که البته به فرمایش شما هزار تأویل و تفسیر مختلف داره. دقیقاً، بنابراین هسته سختی وجود نداره. برای همینه که امروزه مثلا نواندیشان مسلمان چه در ایران چه در جهان عرب حتی در تمام دنیا بحث‌های بسیار جدیدی رو در مورد قرآن و فهم قرآن، هرمنوتیک قرآن، تجربه نبوی، نمیدونم تجربه محمد، حتی رؤیاهای خود حضرت محمد رو چی میدونین؟ اون رو هم هسته سخت به اصطلاح گرد هم آورنده مسلمانان مختلف از خود به اسد تا کنون نمیدونین؟ به هیچ خود وجه. اون شخص رو به هیچ وجه، بخاطر اینکه محمد فن تنها یک اسم مشترکه. فهمی که مثلا خوارج زمان علی از محمد داشتن، فهمی که امروز مثلا طرفداران آقای خامنه ای از محمد داشتن، فهمی که امروز مثلا فرض گروه‌های طالبان دارن و همینطور متفاوت هستش، بسیار متفاوته. بذارید من یه مثال تاریخی از مسیحیت بزنم تا هم سوء تفاهم کمتر درش هست و هم که روشنگره. یه نمونه دیگری شبیه. بله، ببینید شما اگر فرض کنید در هزاره اول مسیحیت اگر زندگی می‌کردید و یه کسی مثلا از این فرق جدید و تأسیس پروتستانتیسم رو و میومد میگفت من مسیحی هستم، میگرفتن میسوزوندنش به همین راحتی. صحیح. ولی امروزه اینا به راحتی خودشونو مسیحی میدونن و فرقه های دیگه و تازه این بازه، یعنی همونجور که در 100 سال اخیر فرق مختلف به وجود اومده، در 100 سال آینده هم و در 1000 سال آینده هم ممکنه هزاران فرقه جدید به وجود بیاد. در مورد اسلام هم همینجوری، هیچ هسته سختی وجود نداره. یعنی حتی در مورد مسیحیت هم شما میخواهید بگید که فقط یک اسم مشترک مونده. دقیقاً. و این در واقع راز و رمز اینه که چجوری مسیحیتی که مثلا فرض کنید در قرون وسطا، در اون هزاره اول، در اون سیستم ولایت فقیهی که در برن کالون حاکم کرده بود و براحتی انسانها رو میسوزون، چگونه تبدیل شده به این مسیحیتی که امروزه براحتی با جهان جدید کنار اومده و شما راز بقاش رو در حقیقت همین میدونید. بله، از بس چکش خورده، از بس انعطاف پذیر شده و در واقع تونسته خودش رو با جهان جدید، با مناسبات جهان جدید و استانداردهای زیست امروز، آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز هماهنگ بکنه. مسیحیت تونسته به اون بزرگ راه آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز در جهان جدید برسه. ادیان دیگه هم اگر بخوان و دینداران اگر بخوان میتونن برسن. بله، همون جنبندی که در حقیقت روز اول هم شما گفتید که میخوایم بهش برسیم و اون اینه که راز ماندگاری ادیان اگر بخوان بمونن و هوشیار باشن، همین انعطاف پذیری و مداراگری هستش که باز باشن تا بتونن خودشون رو حفظ بکنن. نمونه های تاریخی دیگرش رو هم داریم. دکتر ممنون، این صحبت همچنان ادامه داره. امیدوار هستیم که هفته آینده و هفته های دیگه هم میزبان شما باشیم در برنامه در همسایگی خداوند. متشکرم و لطف کردید. سپاسگزارم از محبتتون. با ما بمانید با برنامه رادیو تصویری صدای آمریکا از واشنگتن، پایتخت آمریکا. برنامه ها رو با خبرها و سپس گزارش های دیگر ادامه میدهیم.